تلاش پلیس کانادا برای بازداشت دو مزنون به کشتن و زخمی کردن بیش از 20 نفر در شمال این کشور ادامه داره. پلیس میگه این دو مزنون فراری مسلح و خطرناکن. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم رضا یگانه. حمله یه روز یک شنبه دامین ساندرسون و مایل ساندرسون با چاقو به مردم در روستای ولدون ده کشته و پانزده زخمی بر جای گذاشت. جمعیت روستا حدود دیویس نفر است از بومیان که بیشتر از راه ماهیگیری و شکار و کشاورزی روزگار می گذارانند. دورنلی ساکن ولدون از مشاهدات خود در روز حادثه و درخواست کمک یک فرد مشکوک می گوید. اون اومد به طرف خونه کتش رو کشیده بود روی صورتش گفت کسی منو برسونه بیمارستان دهنم زخم شده چاقو زدن به دهنم گفتم بذار ببینم گفت نه نه خیلی بده نمیتونم نشون بدم اسمشو پرسیدم چیزی گفت که خوب متوجه نشدم لیس میگوید به اون مشکوک شدم و کمکی نکردم دو مزنون فراری را روز دوشنبه در یک اتومبیل نیسان سیاه در نزدیکی شهر رژینا در 320 کیلومتری محل حادثه دیدند. پلیس از مردم منطقه خواسته است در خانه ها یا مکان های ام بمانند تا زمانی که فراریان دستگیر شوند. علاوه بر استان ساسکاچوان، محل وقوع حادثه در استان های همسایه آلبرتا و مانیتوبا نیز پلیس به مردم هشدار داده است که مراقب باشند. قبیله بومی جیمز اسمیت کری جمعا 3400 نفر جمعیت دارند که بخشی از آنها در روستای ولدون زندگی می کنند. رهبر قبیله در پی حادثه یک شنبه وضعیت فوقالعاده اعلام کرده و دو مرکز عملیات امدادرسانی اضطراری را برای افراد آسیب دیده تعیین کرده است کانادا در تاریخ معاصر 13 کشتار جمعی را تجربه کرده که کشتار روز یک شنبه یکی از مرگبارترین آنها بوده است رضایگانه صدای آمریکا واشنگتن